اینو میخواستم. چی شد؟ رامی کردی؟ نه بابا چی رو رامی کردم؟ مگه به همین آسونی هاست؟ اون دفعه هم همینو گفتی، بعد یه هو زدی و رامی کردی. خیالت راحت باشه، این دفعه دیگه از این خبرها نیست. پس کارت بکش. باز نوبت من شد که کارت بکشم؟ آره بابا. تو چی انداختی؟ ناش، شاه پیک. وا، کارت قحطی بود شاه پیک؟ اصلا معلوم هست چی داری میگی؟ شاه پیک بده؟ مگه از شاه بالاترم هست؟ ایوا خب بله، پس آس چی؟ مگه آس بالاتر نیست؟ تو شاه رو با آس مقایسش میکنی؟ من شاه رو با هیچی مقایسش نمیکنم، فقط میگم آس بالاتر. اما عجب ابهتی داره ها، نگاه کن. ببینه. نه بابا قیافش اخموه. اخمو کجا بود؟ این ابروهاشه که مدل شاهانه اینطوری از دو طرف بالا رفته، این علامت ابهت و شخصیته. آره راست میگی، آدم از چشاش میترسه. اصلش هم همینه، از چشمای شاه باید ابهت و جذبه توتق بزنه که مردم ازش حساب ببرن. اما جذبه میخواستی رضا شاه عجب چشمایی داشت، هیچ کس طاقت نمیورد تو چشماش نگاه کنه. آره منم شنیده بودم هر کی تو چشماش نگاه میکرد در جا قش میکرد و پن میشد رو زمین. بابا اینا که شایعه است، اما واقعا ابهتی داشت. من خودم شاهد بودم همون شب خونه تیمورتاش. تیمورتاش اون وقتا چه کیا و بیایی داشت. پس چی؟ یه موقعی همه کاره سردار سپه اون بود. اون شب ما را دعوت کرده بودن با قمر. مهمونی اصلش به خاطر رضا شاه بود، اما شاه خیلی دیر اومد، زودم رفت. خب معلومه شاه مملکت که وقت مهمونی و از این حرفا رو نداره. حالا بالاخره کارت میکشی یا نه؟ اینقدر از شاه برق تعریف کردی اصلا یادم رفت داریم بازی میکنیم. باز نوبت من شد که کارت بکشم؟ آره بابا نوبت توه. خب تو چی انداختی؟ شاه پیک بابا، شاه پیک. من شاه پیک نمیخوام. لازم نداری؟ نه لازم ندارم. از کارت بکش. کارت بکش. چه خبرته آقا جون؟ مگه قراره دیر شده با؟ آخه اینقدر طولش میدی انگار داری شطرنج بازی میکنی. حالا مگه چی شده اینجا که کازینوی لاس وگاس نیست؟ این دو تا سینیور سیتیزن نشستیم داریم سرگرمی بازی میکنیم. الان بس ببینم شاه پیک ها؟ آره بده بیاد اون شاه پیکو. بفرما رامی کردم. انقدر طولش دادی تا بالاخره رامی کردی. کاسرم بردم جونم. بسته دیگه شورشو داره بردی. اصلا آقا جون شما هر وقت میبازی با من قهر و طرح میکنی. تو رو خدا تو هم بگه ولم کن. الو کیه؟ ایوای آقای ملکی شمایی؟ آقای ملکی؟ بگو وایسه اومدم. آقای ملکی رسیدن به خیر، کی از ایران تشریف آوردی؟ چی؟ نیومدی؟ ای پس از کجا زنگ میزنی؟ چی؟ از ایران تلفن میکنی؟ خب حالا کنه تلفنتون زیاد نشه. خانم گوشیده بده من باهاش حرف بزنم. خانم چطورم؟ خوبن ایشالله؟ بچه ها ماشالله. عروستون چطوره؟ بله؟ چشم من ساکت میشم شما حرف بزنید. فهمیدم شما بفرمایید من بهشون میگم. فهمیدم نشو. چی نشو؟ من بهش میگم. چی رو بهم میگی؟ ممنونم بهش میگم. خدا حافظ. چی رو بهم میگی؟ محمدزاد بده یه دقیقه من باهاش حرف بزن. آقا جون چیز بود؟ بگو دیگه. آقای ملکی. وای میبینی اسم اصلا تو کلم نمیاد. خب چی گفت؟ میگفتش از ایران بود. معلومه که از ایران زنگ میزده. بگو خفم کردی، بگو چی گفت. تو تازگی ها خیلی بی‌حوصله شدی ها. من که دارم میگم تو هی میپری تو حرف من، نمیذاری حرفم. آره محمدزاد جون عزیز من تو داری میگی. خب حالا به من بگو ببینم
آقای ملکی که از ایران تلفن زد چی گفت؟ خب میگفتش که جمعه ای رفته بوده خونه بیژن خانینا. تفلک بیژن خان هر چی تو اون زیرزمینشون گشته اون امانتی شما رو پیدا نکرده. کدوم امانتی رو میگه ماه منظر؟ ساز شما رو دیگه، ویالونتون. چی میگی؟ به خدا عین گفته خودش. یعنی چی؟ یعنی اینکه میگفت وقتی افراد فامیل یکی یکی راهی آمریکا شدن، هر کدوم یه چیزی آوردن رو هم گذاشتن تو همون زیرزمین. مثلا مثل چی؟ من که نمیدونم، لابد همون چیزایی که نمیشه آورد بیرون. اوه، همه اون چیزا رو؟ آقای ملکی گفت بیژن خان اینجوری گفتن. همه اون چیزا الان روی ویولون منه؟ آقا جون، ما که مطمئن نیستیم ویولون حتما اون زیر باشه یا نه. اون فقط گفته چون ما زودتر از همه اومدیم خارجه، اونایی که بعد از ما اومدن چیزای خودشون رو آوردن گذاشتن رو چیزای ما، از جمله ویولون تو لابو. منظورت چه لابو؟ منظورم اینه که تو اگر حافظت درست کار کرده باشه و یقینا ویولون تو زیر زمین بیژن خان اینا گذاشته باشی، الان زیر اساس دیگه. خانم جون تو داری چی میگی؟ که یعنی من حافظم خرابه؟ که یعنی یادم نیست ویولونم رو کجا گذاشتم؟ آخه بعد از این همه سال من که اصلا یادم نیست دیشب شام چی خوردم. همین الان هم دیدی تا حرفم با آقای ملکی بفرمو تموم شد اسمشم یادم رفت. خب تو حافظت رو از دست دادی، حالا چون ما زن و شوهریم حافظمونم باید با هم از دست بدیم. چرا چرن میگی زن؟ وای حالا چرا جوش آوردی؟ تصدق میخوای سقل سیاه بگیری بیفتی اینجا رو دستم؟ آخه تو یه حرفای میزنی که آدم جوش بیاره. حافظه من مثل کامپیوتره، من دونه دونه آهنگای 50 سال پیش من یادمه، کجا ساختمشون، کجا نوشتمشون، کجا زدمشون، با کی زدمشون. خب آقا جون باری کلام این همه گوش حافظه خوب شد، این که دیگه هرس و جوش نداره. قربونت برم، حالا میخوای یه خورده گلگاب زبون واسه دم کنم بخوری اعصابت آروم شه؟ من گلگاب زبون نمیخوام، اعصابم هم راحته. من فقط میخوام بدونم این بیژن خان شما چطوری برداشته اون همه اساسیه رو عین خشت میزهیم تلمبار کرده رو ویالون من. آخه این چه جور امانت داریه؟ آقا جون ما که نمیدونیم ویالون حتما اون زیر باشه یا نه. ماه منظر؟ بله. من الان به تو چی گفتم؟ همین الان چی گفتی؟ آره همین الان. خب گفتی که من که گفتم چیزای همین الانی یادم میره، اصلا یادم نمیاد. خاک به سرم. گفتم ماه منظر، من گفتم من خودم با دستای خودم ویولونم رو گذاشتم تو اون زیر زمین. همونجا بود برای آخرین بار که در جعبش رو باز کردم، همونجا از توی جعبه از روی مخمل سبز آروم بلندش کردم، دستم رو کشیدم روی چوبای سیغل زده بلوطی رنگش، گرمای چوبش رو، گرمای آفتابی رو که روی برگای درختش تابیده بود حس کردم، گردن آبنوسیش رو لمس کردم. بعد اومدم تا به قوساش رسیدم که از چوب درخت نارون درست شد. اصلا همش تقصیر تو بود که گفتی ویولون تو نکش دنبال خودت بیا. آه ویلا، انگار ما قرار بودی بیایم اینجا کنسرت بذاریم. اون موقع ما 6 ماهه اومده بودیم بچه هامونی ببینیم دیگه، چه میدونستیم یه وی تخت انقلاب میشه و ما این همه سال تو مملکت غریب موندگار میشه. تو گفتی ویولون تو بذار خونه یه بیژن خانینا که خیالت راحت باشه، جای امنیه. عجب جای امنی هم بود. هی گفتم یه شیر پاک خورده رو بگیر این ویولون رو برای ما بفرسه، پول پستش هم میدی. هی گفتی میگن همین امروز و فردا و کارا درست میشه برمیگردیم ایران. همه امروز و فردا؟ خب این چیزیه که میگفتن، هنوز هم میگن. وانگهی ما اگه ویولون به دست از تیار پیاده میشدیم نوه هامون چی میگفتن؟ دامادامون چی میگفتن؟ به هر حال ما برای خودمون آدم بودیم، میخواستیم دختر شوهر بدیم، نوه زن بدیم، نمیتونستیم به این مطربا از این حابه. پس تو هم وقتی که با من آشنا شدی به من به چشم یه مطرب نگاه میکردی. وای خدا مرگم بده، چه حرفا میزنی ها.
من فقط میخواستم باعث آبروریزی بچه‌هامون نشیم. مردم که فرق مطرب و موسیقیدان نمیدونن. مردم من نمیدونم چرا ما باید برای مردم زندگی کنیم. خب آدم با مردم کار داره، ما که نمیتونیم بریم قارنشین بشیم که چی میخوایم ویالون بزنیم. منظر چرا نمیفهمی؟ اون جعبه ظریف قدیمی زیر اون همه زرت و زبیل نابود میشه. واو اینا به اساسیه آنتیک میگی زرت و زبیل؟ آره مامزه، اساسیه که این همه سال بخوره همون زرت و زبیل هم هست. ما که شنیدیم هرچی اساسیه بیشتر خاک بخوره بیشتر آنتیک میشه، قیمتش هم میره بالا. تو هم مثل همونایی. مثل کیا؟ مثل همونایی که ارزش چیزها رو قاطی کرده، همونایی که هوای گلدون نقره و دیگ مسی و کوزه شخار و ترشی رو دارن اما ویالون منو گم میکنن. خب مردم باید یه جوری زندگیشون بگذره، همه که نمیتونن مثل تو به مال و مامون بی‌اعتنا باشن. بی‌اعتنایی به پول یعنی یک عمر محتاج این اون شدن. اما من یک نفر رو میشناختم که پول براش کوچکترین ارزشی نداشت. حالا بازم میخوای بگی خانم قمر ملوک خدا بیامرز؟ بله، قمر بزرگترین خواننده زمان خودش، یک انسان واقعی بی اعتنا به مادیات. هیچ وقت یادم نمیره گشت عروسی دخترش بود، همونی که از سر راه برداشته بود و بزرگش کرده بود، خودش از سر شب مجلس رو گرم کرده بود، سنگ تموم گذاشته، بعد وسطهای شب در حیات صدا کرد، آدمهای داور وزیر عدلیه ریختن تو، گفتن آقا مهمون دارن زود تشریف بیارین. قمر گفت من اینجا عروسی دارم هیچ کجا نمیرم. آدمها میرن دوباره برمیگردن، این دفعه کلاه پهلوی داور آوردن، پول توش پر از لیره طلا. اینقدر گشت عروسی توی حیات، وسط حیات هم یه چاه. قمر کلاه پر از زیره رو گرفت، رفت به طرف چاه وسط حیات، کلاه و لیره ها رو ریخت توی چاه. اون وقت گفت من امشب مجلس دخترم رو سر نمیذارم. آقا جون چه کار بعدی کرد؟ میگم حالا با این دستگاه هایی که تازه اختراع شده نمیتونن برن تای چاه لیره ها رو بکشن بیارن بالا. مامزه انگار متوجه نیستی دارم چی میگم، داریم از بی‌اعتنایی به مال دنیا حرف میزنیم. خب چه فایده داشت؟ همون خانم قمر و ملوک که پول کف دستش مثل آب روان بود آخرش هم تو زجر و بدبختی و فقر و فراموشی مرد. نخه قمر هیچ وقت فراموش نمیشه، همین الان برو دم در وایسا از هر ایرونی رد بشه قمر و ملوک رو میشناسه. تو این سرما برم دم در وایسم ایرونی بیاد رد شه؟ به سرت زده ها. اصلا من نمیدونم تو چرا بحث و از بیژن خان و زیرزمینش یهویی آوردی کشوندی به خانم قمر مولی خدا بیامرز. سن میدونی چیه؟ این ملکی هم این شیپیشک لحاف کهنه کاری ازش ساخته نیست. من همین فردا خودم زنگ میزنم به مجید نشان، اگر کسی بتونه از تو اون زیرزمین چیزی پیدا کنه همون مجید خانه. وای خاک به سرم، دیدی چطور شد؟ چی شد؟ وای خانم بزرگی سر کوچه وایساده با هم بریم سبزی تازه بخریم از مغازه عربه، همون که تازه باشده. من که نمیتونم این همه بار با اتوبوس بیارم، حالا قرار گذاشته بودیم با هم دیگه بریم، اونم مثل من بی ماشین دخترش قراره بیاد دنبالمون، دیر کنم منو قال میذارن میرن. ببین شامی تو یخچال اگه گشنت شد بخور، منم یه دو سه ساعتی کار دارم و میام. For a spin, ooh la la la, c'est magnifique. When every night your loved one holds you tight, ooh la la la, c'est magnifique. خیلی خوب بابا، نمیخواد داد بزنی. وا بعد از 50 سال اختیار رادیو گوش کردنمونم نداری. میشنوی موسم گله،
موسم گل ماه منزه. موسم گل کجا بود آقا چون بیرون زمستون زمهریره. مگه نمیشنوی؟ موسم گله، شکوفه ها زدن بیرون. شکوفه کجا بود آقا جون؟ اینا برفن. معلومه که برفن، دارم میگم شکوفه ها، یعنی یه دفعه یاد شکوفه های درخت گیلاسی که وسط خونه حیات سرچشمه داشتیم افتاد. یادته؟ بسو برم دوات بیارم بخور، باز داری هزیون میگی یه خورده برای سرن. من هزیون نمیگم، همین الان داشت از رادیوی امریکایی، یعنی تو نشنیدی ماه منظر، موسم گل بود. به خدا با همین گوشای خودم شنیدم. خب گوش مگه چند سال کار میکنه؟ تو گوشت زنگ زده، فکر کردی آهنگ شنیدی. میبینی باز هنوز هیچی نشده، زمستون شد، نفهمیدیم تابستون و پاییز کجا رفتن. آره اینجا همینطوره، عمر آدم مثل برق و باد میگذره. اما عجب قلقلی میکنه ها. چی؟ گوندی رو میگم، میشنوی چه قلقلی میکنه؟ نه به صدای گوندی گوش نمیکردم. ایفا گلدون، من تو رو آب ندادم. میگم خوبه یه خور بری قدم بزنی، سرت باد بخوره، حال جا بیاد. تو این هوای خراب با این زمین های یخ زده چه عیبی داره آقا جون؟ کلا گوشتی بذاری سرت گوشت یخ نزنی، یه خورده راه میری هوا میخوری حال جا میاد. من حالم جاست. ایوا قوری، من تو رو نشستم ها. آره تو حالت خیلی خوبه، برام با قوری حرف میزنی. پاشو پاشو، این وقت سال روزا کوتاهه. پاشو ما منظر پا پیچم نشو، حوصله ندارم گرم کن بپوشم، شلوار بپوشم، بلوز تنم کنم، کفش و جوراب و شال گردن و کلاه، بعد برم توی کوچه وسط برفا عین خر توی گل گیر کنم. بلا نسبت آقا جون، بلا نسبت. Who is there? کی بود مامازه؟ پست چی بود؟ آقا جون بی ببین چیه؟ گمونم از ایران باشه. آره از رو تمر عکس تمراش معلومه، همشون از دم ریش و پشم دارن. نگاه کن بده ببینم. خانم برو کنار ببینم چرا اینقدر چسبیدی به من. شکستنیه؟ گمون نمی کنم. حالا یه تکونش بده اگه شکستنی باشه، از صداش معلوم میشه. اگه تکونش که نباید بدم، اگه تکونش بدم، اگه شکستنی باشه که ممکنه بشکنه. حالا چرا وازش نمی‌کنی ببینیم توش چیه؟ شاید همون چیزایی باشه که از خواهرم اینا خواسته بودم، سنبل تیپ، سپستون، آلو بخارا. زرش؟ آره زرش که ممکنه باشه. خانم جون روی این جعبه رو نگاه کن ببین چی نوشته. نوشته ابرا خان، یعنی جعبه مال من. خب به اسم شما فرستادن، ولی شاید همون چیزایی باشه که من از نیمتاش خانم اینا خواسته بودم. ما منظر یه دقیقه مجال میدی من این جعبه رو باز کنم؟ باز کن. دست داخل کارت میخوای برات بیارم؟ نه کارت نمیخوام. قیچی چطور؟ نه نه نمیخواد، خودش داره باز میشه. خب اون سرشو بگیر، اینا اینا اونشو بکن، اونم بده من. بیا چسبشو باز کن. او چه سفت و سخت و بسته. دست نزن بهش، دست بهش نزن ماه منزن. باورم نمیشه. آره مثل مثل که همون بیانان خودت ها. اصلا باورم نمیشه. بسیدش اینجا. گفتم گفتم این کار کار نشاطه. یه نامم این تو هست، بخونش. نوشته که استاد گرامی، با زحمت و مشقت فراوان امانتی شما را توی یکی از خمره های خالی بیژن خان پیدا کردم، بفرما اینم فایده پرخوری. بخون نامه را بخون محمد زهر. این روزها اجناس نفیس عتیقه
بین دلال‌های بین المللی دست به دست می‌گردد. اینجا کسی به کسی نیست و اگر از وجود این ویالون استر دیو آریوس بو برده شود، استر استرادیواریوس، استرادیواریوس اسم سازنده این ویولونه. این ویولون رو 400 سال پیش اون ساخته. 400 سال پیش؟ بله. شوخی میکنی آقا جون؟ پس این ویولون آنتیکه؟ به خدا این همه سال من نمیدونستم. بقیه نامه رو بخون. کجا بودم؟ آها. اگر از وجود این ویولون استرادیواریوس ایتالیایی بو برده شود، آن را به هر قیمتی که شده به دست می آورند. با آرزوی سلامتی شما، شاگرد شما مجید نشاط. چه ویولونی این طلا می درخشد، چقدر خوش دسته. باید تلفن کنم از نشاط تشکر کنم. باید تلفن کنم به بچه ها بگم. به خدا من نمیدونستم این ویولون آنتیکه. ایوا پروانم نمیدونست. خانم عرشه آشر بده ببینم، زود باش. آره آقا جون، یه خوری واسم اون بزن. بیا. اما نه سب کن، بس برم کتابچه شعرمو بیارم. سب کن، اومده موسم گل بزن، میخوام بخونم. چقدر دستم میلرزه. دیدی چقدر خراب زدم؟ نه من داشتم میخوندم، به زدن تو توجهی نداشتم. خب این همه سال نزدی، تمرین نداشت. توجه نداشتی؟ اصلا نمیتونم آرشه رو صاف نگه دارم. خاک به سرم، دیدی چطور شد؟ چی شد؟ وای اون همه سبزی تازه رو ریختم تو آب، یادم رفت. حالا بدون همش سیاه شده، همه خاصیت چم از بین رفته. هی به من میگی بخون، از کار زندگی افتادم. شما همونی که باباش از قصه مرگ زنش دو سال بیشتر دوام نیاورد و دغدغه شد. قمر الملوک بدقدم توی نعنو گوشه اتاق خانم جونش خوابش برده. خانم جون زیر کرسی خورناس میکشه و قمر توی نعنوش با عروسکای پنبه‌ای بازی میکنه. روزا چه بلنده، سقف اتاق اما چه کوتاه. زلفاتو چه قشنگ کوتاه کردی. یه خوره بزرگتر که بشی تو هم زیر همون کرسی با خانم جونت میخوابی، اما مواظب سرت اون زیر نکنی، میترسی دود خاک زغال بهت بخوره و نفستو بگیره. تو میخوای زنده باشی، نمیدونی چرا، ولی میخوای همیشه زنده باشی، میخوای هیچ وقت نمیری. گوشه حیات با اون دستای کوچولو ظرفای نهارو تو حوض خونه با سر و صدا آب میکشی که همه خبردار بشن. میخوای بگن این ور پریده این کوچیکه همه کار بلده بکنه. با اون رختای گشاد بیقواره، با اون موهای شون نزده وسوسی، میتونی همین طور که آواز میخونی کاشیای درگاهی اتاقو مثل آینه برق بندازی. به به
نامحرم بشنوه همسایه ها پشت سرمون رجز بخونن. نه خانم جون، یواش میخونم، تو دلم یواش میخونم. تو غلط میکنی، تو دلت میخونی، میخوام 100 سال نخونی. کتاب دا و اسباب نمازشو توی یه بخشه پیچیده، میخواد من براش بیارم. زمستونه، زمینا یخ زده، کوچه باریک و درازه، چادر سیام همش سرم لیس میخوره و میفته پایین، بخچه تو دستم سنگینی میکنه، خودش جلو افتاده و هن هن میکنه، یه بند غر میزنه. تبادو دیگه ور پریده، من پیر زن از تو نیم وجبی تندتر راه میرم. تو اتاق اندرونی قیامته، سفره بی بی سه شنبه چیدن. خانم جونم بالای سفره نشسته، از صبح 50 تا به داغ نشسته خورده، اما صداش این خروسلاری گرفته. خانم های دور سفره مجنونای جوراجور تشویق میکنن، یکیشون میگه اصلا بریزی تو آبی ما سر بکشید، اون یکی دیگه میگه لعاب تخم شربت معجزه میکنه، اون یکی دیگه میگه شلغم شلغم دواشه. خانم جونم اما صداش در نمیاد، بهش میگم بذار من بخونم، میگه نه. میگم همین یه دفعه، بذار دیگه. میرم وسط سفره بی بی سه‌شنبه و صدامو رها میکنم، مهمونها هستم به هاو شرشم میکنم. خانم جونم دم در پولاشو میشموره، موقعی برگشتن تو همون کوچه باریک و دراز انگار دارم پرواز میکنم. خانم جونم میگه چته دختر با یه دهن آواز هوایی شدی؟ میگم خانم جون میخوام وقتی بزرگ شدم منم مثل تو خواننده بشم، اما نه واسه سفره نظری و این حرفا. میگه چه غلطا؟ میگم میخوام خانم فرنگی بشم، 7 کلفت داشته باشم، 100 تا لباس ملیل دوزی شده با کفش و کیف و کلا. میگه چادرتو کیف بگی سر نخوره بیفته. میگم میخوام یه چت دستم بگیرم و زیر آفتاب راه برم، میخوام یه کیسه اشرفی نخ کنم بندازم دور مش دستم و به هر گدایی که میرسم یه مش اشرفی طلا بدم که بره واسه خودش خونه بخره و بچه هاشو بذاره توش. میگه واه دختر، مگه عقلت کمه؟ مگه کسی واسه خوندن خالی اینقدر اشرفی میرسه تو دامنت؟ غلط بکنی واسه من خانم فرنگی بشی، مگه از رو نعش من رد چی؟ اما آخه تو اینجا چی کار میکنی؟ صدای ساز تو شنیدم، حالا بزن ابراخان، میخوام بخونم، اما یواش بزن خانم جونم نشنم. نه نمیتونم، دستام میلرزه. چی میگی عاشق؟ مگه میشه؟ بزن، تو رو به خدا بزن، وقتی تو میزنی روح از تن آدم پرواز میکنه. نه نمیتونم، انگشتم انگار خشکیدن، آرشه رو نمیتونم صاف نگه دارم. این حرفا از تو بعید ابراهان، حالا بزن میخوام برات بخونم.
حسانه باورم نمیشه. راستی راستی خودتی؟ آره که خودمم. قمر، قمر الملوک، خواننده معروف زمان، همون زمانی که سازا رو یواشکی به خونه ها میبرن. آخه شنیدن موسیقی حرومه، حرومتن از اون اما شنیدن آواز زنه. اما قوقا کردی ها، چه کسی جرأت میکرد جز تو اونطوری برخلاف جریان آب شنا کنه؟ اونم یک زن با اون همه زنجیر که به دست بالتون بسته بودن. آره سخت سخت بود، اما تو برام آسونش کردی. یادت بهم چی میگفتی؟ تو میتونی قمر، برو جلو بیفت، همه چیز رو عوض کن. تو میتونی. هفت خان رستم اما تو میتونی ازش بگذری. تلسم اما تو میتونی باطلش کنی. برو قمر، برو. اما چه فایده داشت ابراخان؟ چه فایده داشت؟ دختر کوچولوی خانم جونم حالا بزرگ شده، مشهور خاص و عام، با زلفای آرایش کرده مثل خانم فرنگی ها. اما وقتی از اون کوچه های باریک و دراز رد میشم، گده ها دو طرف هم صف بسن، دستاشون درازه اینطوری. تمام اشرفی های دنیا رو هم اگه بهشون بدم کافی نیست. همین زمستون پیش بچه شیرخوره یخ فروش محلمون از گشنگی جون داد. خانم قمر الملوک، اینا همه یه دروغ بوده، یه دروغ بزرگ. اون همه شهامت، اما این شهامت به چه درد شمسی دختر کوچیکه یه اشرف خانم میخوره که تو 14 سالگی واسه یه پیرمرد 70 ساله عقدش کردن و همون شب عروسی تریاک خورد و خوشو کشت؟ یا بدری خیاط محله که روز اول بیهجابی به دست برادرش وسط حیات خونه کشته شد؟ اگه دلگرمی های تو نبود، منم همون گوشه اتاق خانم جونم پوسیده بودم. من چی بودم؟ این صدای خودت بود. وقتی به گوششون رسید صدها شکست، زنجیرها سوز شد، درهای بسته باز شدن. صدات مثل همون موقع هاست، آدمو سحر میکنه، گرمه، آدمو گرم میکنه. هنوزم وقتی میشنومش میگم این کدوم بلبل شورانگیزه که میخونه؟ از کدوم باغ و بوستان؟ اما آخه یعنی چی؟ مگه تو نرفته بودی؟ من رفته بودم آشه. کجا؟ من همیشه همین دور و بر بودم. اما امشب صدای سازت منو کشوند اینجا، مثل آدمی که توی خواب راه میره، مثل... آره آره، فیولانمو گم کرده بودم، حالا پیداش کردم. اینا هاش همونیه که خودت به هم داده بودی، یادت میاد؟ آره آره، به آقای افسون سفارش کرده بودم، اونم با چه زحمتی از طریق کنسول ایتالیا پیداش کرده بود. به خیال خودش با این کار دیگه حتما میتونست دل منو به دست بیاره. خندتم مثل همون موقع هاست. آره اون افسون لعنتی، پولش از پارو بالا میرفت، همه جا مثل سایه دنبال تو. تمام وقت از من میپرسید خانم قمر الملوک، شما این ویولونو برای کی میخوای؟ منم بالاخره روز آخر آب پاکی رو ریختم به دستش، گفتم آقای افسون میدونین این ویولونو برای کی میخوام؟ برای بهترین نوازنده دنیا. کاش به خاطر من به اون مردک بی سر و پا رو ننداخته بود. چه اهمیتی داشت؟ وقتی اون اتفاق افتاد دلم میخواست یه یادگار از من داشته باشی که همیشه برات بمونه، هرچند میدونستم که دیگه دوباره نمیای. بعد از اون شبی که سازم شکست، دیگه دلم نمیومد دست به هیچ ساز دیگه ای بزنم. اما این ساز یه چیز دیگه ای، این ویولون با اون گردن آبنوسی، با اون سینه صیقل زده بلوطی رنگ. آره این ویولون یه چیز دیگه ای بود،
از همون وقت مونس خلوت تنهاییم شد. اما حیف که خیلی وقت بهش دست آمد. از آخرین وقتی که بهش دست دادم شاید 1000 سال میگذره. 1000 سال؟ بدون ساز؟ چی میگه عاشق؟ مگه میشه؟ حالا بزن، میخوام برات مرغ سحر رو بخونم. مرغ سحر؟ تابستون سال 1305 خونه تیمورتاش. یه قصر مهمون داره، هرچی دوله و سلطنت امشب اینجا جمع شدن. ما تازه شروع کردیم بزدن. مرتضی خان نیداوود این طرف نشسته، تار توی بغلش، من اون طرف ویولون توی دستم، تو اونجا روی یک سطح بلندتری ایستادی. هنوز دستمون گرم نشده که یک هد در باز میشه و رضا شاه میاد تو با همون شنل آبی معروف، قد بلند. چه چشمایی داره، آدمو میگیره. همه مهمونا در حضورش مثل آدمهای خواب زده شدند. از این طرف میشرخه و یک عده با یک تعظیم مثل برگ خزون در مقابلش فرو میریزن. اون وقت تو یه دفعه تصمیم میگیری قرب مرغ سحر رو بخون. آره. مرغ سحرم که تکلیفش معلوم بود. اشعارش رو ملک و شعرها برای کلونپسیان گفته بود. چه اشعاری تو خفقان اون دوره شایع شده بود که مرغ سحر کنایه به اعمال رضا شاه داره. اما تو جرأت کردی، نمیدونم چطوری، اما خوندی. سحر نان سر کن، داغ مرا تازه تر کن، زاه شرر بار این قفص را، بر شکن و زیر و زبر کن. قفص در نغمه آزادی نوع بشر سرا، و از نفسی عرصه این خاک تو در با اون چکمه های براق مشکی، هر قدمش دیوارهای تالار رو میلرزونه. تق 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 تیمورتاش اون گوشه دیوار ایستاده با رنگ پریده. میگیم الانه که رضا شاه دستور بده یک ما را جلوی شرفلن بذارن. اما اون اومد طرف ما، سرش رو تکون داده، گفت آفرین، خیلی قشنگ خونده. اما به محض اینکه رضا شاه رفت بیرون، تیمورتاش اومد به طرف ما، دستاشو به کمرش زد جلوی ما ایستاد و گفت کی به شما اجازه داده بود این آهنگ رو جلوی اعلی حضرت بزنید؟ آقای تیمورتاش، من اجازه دادم. من. اون وقت سالن با اون همه جمعیت یکو ساکت میشه. ما هم شروع میکنیم به بستن سازم.
اصلا عوض نشدی، این همون شبی که خونه عبدالله خان دیدمه. اما لباسات چه قشنگه، راستی راستی قشنگه. آقا جون بیر جلو شام حاضر. چرا وسط تاریکی تو فیالون الان میفتد دستت میشکنه؟ چرا تو تاریکی وایستادی؟ میگم محمد زن تو اینجا تو این اتاق کسی یا چیزی نمیبینی؟ کسی یا چیزی چیه؟ یه خورده دقت کن، همه جا رو خوب نگاه کن. یعنی تو اینجا چیزی یا کسی رو نمیبینی؟ میگم یک جعبه آینه سپایه چیزی باید واسه این بخریم که همین بالا نشونش بدیم، همین که خاک نخوره. نه اما مذر ویالون منو نذار روی تاخچه. ایوای بالای تاخچه بهترین جای اتاقه. حالا بازم جای شکرش باقیه ویالون به این گرون قیمتی سعی و سالم رسید؟ آخه آدم ویالون آنتیک هم پیش خونه مردم امانت میذاره. الان دیگه تو اون مملکت آدم به تخم چشش هم نمیتونه اطمینان کنه. حتما نمیدونستن آنتیکه. اگه میدونستن چی؟ کجا داری میری؟ میخوام برم اینا رو بندازم و بیام. نرو تا چش به هم بزنی برگشتم. تو برو. چی؟ برم؟ آخه کجا میری؟ نرو نفهمیدم برم بالاخره یا نه. اما اصلا کار خوبی نبود که کردی ها. وا مگه من چی کار کردم؟ هیچی، یه ها بی هوا اومدی توی اتاق. ای حالا دیگه باید اجازه بگیرم شام بیارم تو خونه؟ نه لازم نیست اجازه بگیری. میگم ها این ویالونه شکر خدا خوب موقعی رسید. تو این مملکت بیدر و پیکر بدون پشتوانه مالی زندگی کردن خیلی مشکلی. به هر جهت این ویالون خودش یه سرمایه است. چی؟ خواست خدا بوده دیگه. بعد از این همه سال ما یه مبل آنتیکی بخریم، یه خورده به سر و وضع این خونه برسیم، چه میدونم یه سفر بریم کالیفرنیا دیدن فامیل. چی داری میگی مامزه؟ میخوای بگی هنوز هیچی نشده واسه این ویالون نقشه کشیدی؟ یعنی ما این ویالون رو بفروشیم با پولش اساس بخریم؟ وای حالا مگه دلالا دم در صف کشتن منتظرن؟ نه تو که به دلال احتیاج نداری، تنها کاری که تو میکنی یه تلفنه. یه تلفنه؟ آره یه تلفن. تو هر سه تا داماد دلالن، خودت هم خوب اینو میدونی. مرد حسابی، اونا دامادای خودت هم که هستن. نخه اونا یه مش پول جمع کنه قالتاقن که از صبح تا شب فقط به یه چیز فکر میکنن، اونم دلاره. این که عیبی نداره. چرا عیب داره؟ دلار که چیز بدی نیست. چرا بده؟ تو اصلا از هر چی که خودت نداری بدت میاد. من میدونم تو چته ماه منظر، تو چشم دیدن این ویولون رو نداری. تا وقتی قمر زنده بود چشم دیدن اونو نداشتی، بعدش هم چشم دیدن این ویولون رو نداشتی. وا ویلا، حالا دیگه ما به خانم قمر مولو که جز یه مشه استخون ازش چیزی نمونده حسودیمون میشه. اینطوری حرف نزن، میشنوه بده. بعد چی چیه؟ حقیقته. من تو هم که زبارمون در رفته به هر جهت مام تو راه. چی؟ اینجا آدما 100 سال عمر میکنن، ما هیچ هم تو راه نیستیم. به نظر من که هستیم. اصل مسئله چیز دیگه است ماه منظر. بالاخره به من ثابت شد که اون حرفایی که اول زندگی به من گفتی همش دروغ. کدوم حرف آقا جون؟ یادت رفته؟ یادت نیست گفتی که اول ویالونتون بعد من؟ خب مگه ویالون شما همیشه در بهترین جای اتاق بالای تاخچه نبوده؟ همین الان هم اگه نگاه کنی ویالون بالای تاخچه؟ ویولون بالای تاخته که به درد نمیخوره. وانگهی یادت همون اول آشنایی به من چی گفتی؟ گفتی من خاطرخواه ساز زدن شدم. همون روز اول یادت یا اینم یادت رفت؟ اوه بازم که حرفای عهد بوق کشیدی جلو. من چه میدونم تو اون دوران جوون یا خریت به تو چی گفتم. وانگهی اون موقع به الان چه مربوطه؟ حالا بیا بگی بشین شامتو بخور. نمیخوام، اشتها ندارم. نکنی باز عصری نونقندی زدی تو چایت خوردی ها؟ نه خیر نونقندی نخوردم، اصلا ولم کن حالم خوش نیست. بخور دیگه بخور، خستگی آشپزی از تنم در بخور. خوبه؟ آره
نمکش خوبه؟ آره. آب نارنج بریز توش. چی؟ آب نارنج بریز توش، ترش رو خوشمزش. وا چرا اینجوری نگاه میکنی؟ خب چربیش یه خود زیاد هست، اما ترشی کافی چربی رو از بین میبره. آقای دکتر نمیدونم چی که الان اسمش یادم نیست تو رادیو میگفت، میگفت هر چی میخواین چربی بخورید، اما در مقابلش ترشی هم بخورید. این کلسترول مورسترول هم همش حرف مفت. تو گندی رو همیشه با اشتها میخوری، غذای مورد علاقت مگه نه؟ آره. نون بزن توش یا تیلیت کن، هر دو جورش خوبه. بابام خدا بیامرز همیشه تیلیت میکرد، اما عموجانم دوست داشت نوناشو کوفته هاشو میپیچید لای نون اینجوری، بعد میزد اون تو میخورد، اونجوریش هم خیلی خوبه. وای چته آقا جون، چرا اینجوری میکنی؟ ماه منظر، بیا امروز دیگه راجع به گندی حرف نزنی. اصلا من نمیدونم تو امروز چت شده، رفتارت عجیب و غریب شده، انگاری جن دیدی. آره شایدم دیدم. خب با این حرفایی که تو میزنی؟ چه حرفی؟ ویانو رو میگی؟ من که چیزی نگفتم، من میگم حالا که دخترامون به سلامتی رفتن پی زندگیشون، شوهرای خوبی کردن. دلال رو میگم، بی خودی حرفا عوض نکن. حالا هرچی، میگم حالا که دخترامون رفتن به سلامتی پی زندگیشون، ما که نمیتونیم تا عمر داریم با این چندرغاز دولت بسوزیم و بسازیم. دستمون هم که نمیخوایم پیش دامادامون دراز کنیم. وانگهی تو الان چندی روز چند سال اصلا دست به ساز نزدی؟ پس ما چی ما منظر؟ پس چی؟ هیچی؟ هیچی؟ فراموش کن. شبانه روز کارش همینه، همش حرص و جوش همینه. زن استاد نوا رو یادت میاد؟ اونم همینجور بیچاره استاد تا آدم مرگ از دستش عذاب کشید. یادمه دکترا جوابش کرده بودن همینطوری نیمه هوش افتاده بود توی رخت خواب، نشستم بالای سرش، همین ویولون توی دست، ساکت نگاهش کردم. بغض گلیمون گرفته بود، نفساشو میشمردم که یه دفعه قطع نشن. فکر مرگش، تصور از دست دادنش داغونم میکرد. آخه همه چیزم از استاد داشتم، از همون روز اول که از کمونچه شروع کردم. بعد با دیدن یک ویولونزن آلمانی توی گرند هتل عاشق ویولون شدم. استاد نوای ویولون برام سفارش داد و من شروع کردم به ساز زدم. حالا استاد اینجا دراز کشیده، من هم اینجا نشستم بالا سرش. یک بار، فقط یک بار چشماشو باز کرد و به زحمت از من خواست براش ساز بزنم. بزن ابراخا تو شو. بعد با همون صدای ضعیف گفت ابراخان سازت صدای ساز ملائکو به خودش گرفته. انگار میخواد با همون صدای ساز ملائکی که میگفت نفسهای آخرش رو بکشه. روحش رو تماشا میکنم، از میون سینش مثل یک کبوتر سفید بلند میشه، آروم آهسته دور میشه، دور دورتر، که یه دفعه در باز میشه و زن استاد نوا با یک استکان چای وارد اتاق میشه. در یک آن حضور مرگ رو تشخیص میده، استکان چای با سینی نقره از دستش میفته رو زمین شطرنگ. اون وقت آنچنان جیغ بنفشی میکشه که آجرهای خونه هم یک وجب به عقب میپرند.
روح استاد چی؟ روح استاد خب معلومه دیگه، از ترس وحشت رفت سر خود برگشت رفت توی تنش، اون با یک رعشه طولانی نفس آخر رو کشید و به عالم باقی شتا. داستان تعریف کردنت هنوز عین همون موقع هست. آره؟ راست میگی؟ حالا این ماه منظرم عین زن استاد نواست. ولی خب اگه اون عشق زندگیت نیست؟ قمر تو خودت خوب میدونی که من تو زندگی تنها یه عشق داشتم، اونم اما یعنی چی؟ اون آخه این روزای آخر تو که اینجوری نبودی. چی میگه عاشق؟ من همیشه همینطوری بودم. آره آره راست میگی، تو همیشه واسه من یه جور بودی، همینطور مثل قرص قمر. تو هم مثل همون موقع هایی اصلا عوض نشدی. هزار تا خاطرخواه داشتی، یک تهرون عاشق و دلخسته تو بود، یکیشون همون افسون چه کارا که برات نمی کردن. شبا بعد از اجرای برنامه درشکه های اعیان اشراف یکی بعد از دیگری دم در صف میکشیدن سر اینکه کی زودتر اول اومده با هم دعواشون میشد. یادت میاد؟ یادم میاد، قیامت میشد. اما تو همیشه آخرهای شب سوار درشکه خودت میشد، یکی و تنها میرفتی و آه از نهاد همشون در میابردی. بس رفتات فلکی سوم هم دنبالم میومدن با درشکه هاشون. آخ آره، من همین تو رو دوست داشتم، هزار تا عاشق تا دم چشمه میبردی و تشنه برمیگردوندی. اونا عاشق قمر بودن، عاشق خواننده معروف، نه عاشق من. هیچکس قمر واقعی رو نمیشناخت. هیچکس. همون بار اول که نگاهت کردم یک جور شهامت توی چشمات دیدم که تا به حال تو چشم هیچ زن دیگه ای ندیدم. آخه تو اون روزگار بی آبروی موسیقی کدوم زنی جرأت میکرد خواننده بشه؟ نمیخواستم مثل خانم جونم خواننده سفره نظری بشم، میخواستم از اون حصار بزنم بیرون. به خودم گفتم این صدا تنها وسیله‌ایه که میتونه از این کرم ابریشم که تو هستی یه پروانه بسازه. انگار میخواستم صدای بی صدایی تمام اون زنایی بشم که سالهای سال دور سفره‌های نظری تو اندرونی خونه شاه و گدا دیده بودم. اومدی و مثل قرص قمر شب تاریک خیلی ها رو روشن کردی. عجب روزگاری بود. عجب روزگاری بود ابراخان. یادت اون شبی که به یاد ایرج و درویش برنامه داشتیم؟ اگه ممکنه یادم بره. تمام لحظات اون شب یادم. انگار هم دیروز صبح بود. نه ولی باور کن انگار همین امروز صبح. لباسم از ساتن سفید و آبی بود، بلند با یک سربند ساتن سفید. روی سربندم دونه های بریلیان برق میزد. ارکستر 8 نفره با فراگ مشکی روی صحنه نشستن. ما یک کمی جلوتر روی یک صندلی مخصوص تکنوازها نشستیم، یک ماه هلال مصنوعی ساختن و پرده ها که بالا میره یک هتو از توش در میای و شروع به خوندن میکنی.
نهاد به کوی معشوق خویش و جان داد، به کوی معشوق خویش و جان داد. جلوی پای توه، روی صحنه، همه جا. اون شب هر کاری کردیم با ما نیومد مهمونی. دیگه تحملشو نداشتم. تحمل چی و ابراهان؟ تحمل فشارهای پدرم یا تحمل این که تو با افسون جلوی من گرم بگی. اما تو که میدونستی ماجرای من و تو به هیچ کجا راهی نمی بود. اغلب موقعا به این موضوع فکر میکنم که راستی اگه ما من و تو... نه نه دیگه چیزی نگو. معنیش این بود که تو باید روی خیلی چیزا پا میگذاشتی. خب میگذاشتم اگه تو فقط یک بار از من خواسته بودی، فقط یک بار. من نمیدونستم، به خدا نمیدونستم. یعنی راستی راستی تو حاضر بودی؟ از همون شب اول، همون شبی که اولین بار صداتو شنیدم، همون شبی که برای بار اول برات ساز زدم. تو شمرون یه جشن عروسی، من و خانم جونم دعوت داریم. من بیرون قسمت زنونه نشستم، دارم سازم رو کوک میکنم. ببخشید میشه توی شور بزنید؟ مگه تو بلدی بخونی؟ ای همچین یه تحصدایی دارم. خانم کوچولو، توی شور خوندن کار هر کسی نیست. حالا شما بزنی؟ نیم وجبی رو ببین دیگه چی میگه. آره همینی گفتی. گفتی این نیم وجبی دیگه چی میگه؟ نه آخه سازم رو توی ماهور کوک کرده بودم. ابراهان، توی ماهور کوک کرده بودم. اون وقت من شروع کردم بخوندن. تا به حال صدایی به اون پرقدرتی نشنیده بودم. همه شد. توی سر صدا شنیدم که گفتن عجب صدایی داره. اما این ویولون تو بود که به صدای من یه حال دیگه ای میداد. اون شب انگار نه انگار تو مجلس جشن دیگرانی. خوندی، خوندی، از خودت بی خود شدی، خوندی. مردم اونقدر من دست زدن که عروس دومات بهشون برخورد باشد و رفتن تو. اصلا عروسی به هم خورد. آره، عجب بساطی شده بود. شب تا صبح به تو فکر کردم، به صدایی که شنیده بودم. توی کوچه که میرفتم مرغ سحر میخوند، اما صدای تو توی گوشم بود. دیگه هیچ وقت از فکرت در نیومد. 7 سال تمام هرچی میدونستی به من یاد دادی. تا اون موقع صدای من یه صدای وحشی بود. تو صدای من رام کردی، تو منو با آرزوم رسوندی. صدای تو ساز منو تکمیل میکرد. دیگه ساز زدن بدون تو صفایی نداشت. پس چی شد؟ چرا گذاشتی رفتی؟ بعد از 7 سال مگه من میتونستم بدون سازتو بخونم؟ شاید اولش سخت بود، ولی بالاخره خوندی. چقدر خوب خوندی. چه بیخبر رفتی. رفتی و دیگه هیچ وقت پیدات نشد. باید میرفتم، آخه دیگه همه فهمیده بودن. قصه عشق نوازنده یهودی و دختر آوازخون مسلمان رو؟
شب آخرین کنسرت گراند هتله. خانم قمرالملوک خواننده معروف شهر یک بار دیگر قرار است برنامه اجرا کند. افسون ترتیب همه کارا رو داده. افسون سالهاست که منتظر یک چنین روزیه. ما همه منتظر اومدن تو هستیم. مردم از انتظار به همه افتادن. من امشب یک شب استثنایی. قرار من فقط ساز بزنم و تو بخونی. دو تا انگلیسی از شرکت صفحه پر کن. یه پلیفون اومدن میخوان صفحه پر کنن. قرار همون ماه اول فقط 10,000 تا صفحه بزنم. مهمترین شب زندگی منه. مهمترین شب زندگی هر دوی ماست. اما تو نیومدی. من فراگم رو پوشیدم. دلم به شور افتاده. یه قطره اشک از چشمم میشه که روی لباسم. آهنگی رو که برای اون شب ساختم توی دستمه. آهنگی که 5 سال آزگار روش کار کردم و حالا امشب میخوام بعد از اجرای برنامه به تو پیشکش کنم. تو که هیچ وقت بدقولی نمی کردی. پدرم زودتر از حد معمول از بازار برگشته. چرا اخماش تو همه؟ پشت صحنه هوا نیست. ارکستر گرمشونه. مادرم گوشه ی اتاق نشسته داره اشک میریزه. مردم بیتاقت شدن. مردم گرمشونه. یقه آهاری پیرهنم سفته. گردنمو فشار میده. مردم کم کم به همه افتادن. پدرم تصمیمش رو گرفته. میخواد نظر من برم. وقت داره میگذره. یکم داره دیر پیشه پدر جون. بگذارید برم. بگه از روی نشه من. تو رو خدا یه درشکه بفرستین دنبالش. پدرم جلوی در ایستاده. مادرم التماس میکنه آقا جون تو رو خدا بذار یکم شبو بره. تو نیومدی. مردم 3-4 ساعت بلکه بیشتر تو صف ایستادن تو بلیط گیرشون اومده. یکم بگذارید پدر جون. بگذارید توی این بارون خیلی راه دارم. افسون میگه بدون اون شروع میکنی. پدرم فریاد میزنه به جهنم. بگذار بدون تو شروع کنم. من میگم نه. میگم نه پدر جون. من قول دادم. اما اون باری یک حرکت ویالون رو از دست من بیرون میکشه. ویالون از اون تو در میاره. میبره بالای سرش. یه لحظه همینچون نگر میداره و بعد با تمام قدرت میکوبدش روی زمین. نه نه من میگم نه نه صبر کنین. میدونم میادش. از توی اتاق میام بیرون. روی پله ها زیر بارون ایستادم. نوتای آهنگ تو هنوز توی دستمه. قطرات بارون میچیکه روی مرکب سیاه. زیر پاهام یه جویی از مرکب سیاه را افتاده. یه نفر میاد روی صحنه. موسا خان نیدا بوده با ویولونش اومده به جای تو بزنه. قمر ابرا خان نه اومدی نه پیغامی فرستادی. وای دیدی چقدر دیرم شد. اصلا یادم رفته بود که باید برم. خیلی دیر شده. باید برم الان. پرده ها میرم بارا. خیلی دیر شده. بیا بریم ابراخان. بیا. پس بابا تو اصلا نمیتونم بفرستمش بیرون. آره وقتی خوابه بیا. ها؟ یعنی نه دیگه با یارو بیا دیگه. یعنی میاد اینجا درجا تخمین میزنه؟ نه 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 یاریش بالا. من خودم میام پایین تو لابی با ویالو. خدافظ. با پای خودت برگشتی اینجا. خانم مامنظر. خانم کجایی مامنظر؟ چیه آقا جون؟ چیه کله سحری داد و قاب رو انداختی؟ قوطی واکس مشکی رو کجا گذاشتی؟ این رختا چیه تنید کردی؟ گفتم قوطی واکس کجاست؟ باید برم داره دیر میشه. زود باش. کجا باید بری دیرت شده؟ سالن گرند هتل. ها سالن گرند. اینجا که سالن گرند هتل نداره. خاک به سرم. حسابی زده به سرت. گریه بخور. واکس رو پیدا کن بیان. برو وقت داره بکن یه بشین ناشتایی بخور. من ناشتایی نمیخوام. من واکس میخوام. حالا حتما باید بری تصدقه. من همون شب کذایی باید میرفتم. همون شبی که همتون دست به یکی کردین تا جلوی ساز زدن منو بگیرین. یادت میاد؟ تو که میدونی من همه چی یادم رفت. یادت رفته؟ تو هم اونجا نشسته بودی وقتی پدرم گفت
ما با هزار خون و دل از محله اودلاجان اومدیم بیرون، با هزار مشقت تو بازار واسه خودمون اعتباری کسب کردیم. حالا تو میخوای حیثیت آبروی ما رو به باد بدی؟ اهل بازار که نمیدونن تو با عارف قزوینی ساز زدی، اونا میگن یارو مطربه. تموم شد و رفت. فهمیدی ما منظر مطرب؟ خب اگه تو حالا با ساز زده بودی که ثروت پدر خدا بیامرزه تو بازار به باد فنا رفته بود. ساکت، حرف مادیات نباشه. چشم، معذرت میخوام. معذرت لازم نیست، برو واکس رو پیدا کن، مردم رو نمیشه منتظر گذاشت. مردم؟ کدوم مردم؟ کجا؟ اینا حرف گذشته است، بس دیگه، فراموش کن. فراموش کنم؟ چطور میتونم؟ اونا همش توطئه بود، تو هم شریک جرم بودی. وا، من این وسط چی کاره بودم آقا جون؟ چی کاره بودی؟ بعد از مرگ آقا دایی یهو سر و کلت تو خونه ما پیدا شد. یادت رفته پشت در اتاق خواهرم منتظر می شدی تا من بیام تو؟ خودتو شکل قمر درست می کردی؟ نه به خدا، اونا بازی بود. بازی بود؟ چه بازی؟ اون وقتا دخترها همه تو اندرونی خونه ها خودشون شکل خانم قمر و ملوک بزک میکردن، سرخاب سفیداب میمالیدن به صورتشون با زلفای کوتاه فرزده. یادت پشت درگاهی میشستی به صدای ساز من گوش میکردی؟ خب اونجا نورش خوب بود، رو پله ها میشستن برنج پاک میکردن. پس میخوای بگی هیچ وقت خاطرخواه ساز زدن من نبودی؟ وای آقا جون، همه دخترای محله خاطرخواه ساز زدن شما بودن، منم یکیش. اصلا به خدا من بیگناهم، هر کاری هم کردم آقا بزرگینا گفتن، وگرنه من خودم. اونا چی گفتن؟ اقرار کن. یلا اقرار کن. هیچی. چی گفتن؟ بگو. خب گفتن برو تصنیفای خانم قمرملوک رو از حفظ کن. خب وقت تو چی کار کردی؟ خب منم رفتم شعرهای آهنگا رو توی دفترچه‌ام نوشتم، هنوزم دارمش، اونا اونجاست. اون شب که خودتو شکل قمر درست کرده بودی چی؟ آخه اون وقتا زیور خیاط یه لباس خیلی قشنگ واسه یکی از خانمای سرشناس محله دوخته بود و همراه خودش آورده بود. همه گفتن بپوشه به قمرشی، یه سربندم به زلفت ببند و مرغ سحر رو بخون. خب منم که بدم نمیاد. آه، پس اونا گفتن. پس تو خودت هیچ وقت عاشق موسیقی نبودی؟ ای وای، من از همون بچگی آرزو می بود که خواننده بشم، چادر چاقچو رو بندازم اونور عین قمر، آزاد تو مجالس بگم و بخندم. بگی و بخندی؟ بگو و بخند به خوانندگی چه ربطی داره؟ منظورم اینه که دلم میخواست واسه خودم یک کسی باشم، از کنج خونه و آشپزخونه بزنم بیرون، رختای قشنگ بپوشم، تو عیان و اشراف کیا و بیایی داشته باشم. اما خب کسی نبود که استعداد منو پرورش بده. استعداد؟ کدوم استعداد؟ ایوای، تو خونه ما همه با استعداد بودن، داداشام همهشون ساز میزدن. البته ما دخترها اجازه نداشتیم آواز بخونیم، اما بعض وقتا خواهرم نیمتاش پشت قابلمه ضرب میگرفت و منم میخوندم. اما مادرم خدا بیامرز هر وقت از بغل آشپزخونه رد میشد گوش میستاد ببینه کی داره آواز میخونه که بیاد تو شطرق بخوابونه تو گوشش. الان این گوشم که میبینی سنگینه، مال همون چکایی که چپ و راست میخوابون تو گوشم. ایوای مگه آسون بود؟ تو خودت بهتر از همه میدونی من چه عشقی برای خوانندگی داشتم. به خدا تو اگه نصف اون کارهایی که برای قمر کردی برای منم میکردی، من خودم یه پا قمر میشدم. نه خیلی، تو هیچ وقت قمر نمیشدی. اگه قمر شد، مال این بود که زندگیشو گذاشت پای خوانندگی. منم اگه میخواستم میتونستم زندگیمو بذارم پای خوانندگی حضرت آقا. اما به جاش استعدادم و فدای زندگی کرد. تصمیم گرفتم تو خونه بشینم، آش شله قلمکار و مربای هویج بپزم، ترشی بندازم، از تو و بچه هم نگهداری کنم. خب اگه منم رفته بودم پیه خوانندگی، پس اون سه تا دست گله که به سر و سامون میرسون. ها؟ هر کسی رو برای یه کاری ساختن، بعضی ها مثل قمر خمیرشون رو از هنر ریختن، قمر هم مثل میکلانج دیگه تکرار نمیشه. میکلانجه کی آقا جون؟ من میشناسمش. نه ما محضر جون، تو نمیشناسیش. خب بگو کیه، من بشناسم. من که از چیز یاد گرفتم بدم نمیاد. آدمی که کنج خونه نشسته خب اینجوری باید چیز یاد بگیره. پرد شدی، دوباره از مرحله پرد شدی. اصلا تو واکس رو قایم کردی که این دفعه اینجوری جلوی ساز زدن من. حالا اونایی که 50 سال ساز زدن کجا رو گرفتن که تو ازشون عقب موندی؟ تازه همون موقعش هم میتونستی زیر بار نری. زیر بار نرم؟
من آدمی بودم که بالای حرف پدرم حرف بزنم، بعدشم که به اصرار اونا تو رو عقدت کردم، گفتم میخوای ساز بزنی برو تو خونه خودت واسه دلت بزن. همچی میگی انگار من دختر خونه مونده شنگ واویلا بودم. آ اصلا زندگی مگه فقط همین ساز زدنه؟ مگه اون همه روزگارهای خوش که با هم داشتیم یادت رفته؟ من که یه لحظه از اون خوشی‌ها رو با یه عمر خوانندگی و معروفیت عوض نمی‌کنم. بعدش هم که خانم قمرالملوک این یکی ویالون رو خرید و فرستاد در خونه. از همون وقتم این ویالون در چشم تو تبدیل شد به قمر. کم کم گذاشتیش تو جعبه آینه، درش رو قفل کردی، کلیدش هم انداختی دور گردنت، نفسش رو از نفسم بریدی. نه به خدا، می‌خواستم ویالون تو بالا خاک نخوره. تنها عشق زندگی ما از من گرفتی. عشق زندگی دید که چوب بود. پاشو پاشو به جای گریه کردن واکس رو پیدا کن، مردم منتظرن. آقا جون هیچ کس اینجا منتظر تو نیست، تو رو خدا بشین صبونه بخور ناشتایی. نمیخوام. آه منظر، چرا نمیفهمی؟ در تمام این سالها تو همه چیز به من دادی، خونه، زندگی، بچه، همه چیز، اما در عوضش سازم از من گرفتی. نه ابراخان، این خودت بودی که سازتو کنار گذاشتی. چی میگی ماه منظر؟ میگم تو باید زیر بار نمیرفتی. مگه اون همه آدم که سعی کردن جلوی قمر رو بگیرن تونستن؟ آخرش هم شوهر و زندگیش هم سر خوانندگی به باد. تو رو خدای دقا بشین. نمیخوام. یه نفس عمیق بکش. نمیکش. آخه تو به خاطر چی این همه عصبانی هستی ها؟ به خاطر اونها آهنگایی که هیچ وقت نساخت. هر وقت یک آهنگ جدید اومد توی مغزم، فکرش رو مثل یک مگس مزاحم کشت پیش کرد. میدونی زندگی بدون موسیقی یعنی چی؟ نه نمیدونم. یعنی مرگ، یعنی جهنم، یعنی زنده به گور شدن. تو رو خدا این حرفا رو نزن، ناشکری نکن. سه تا دختر داری شاه نداره. تمام روزام تو حجره بازار گذاشت، همش چرتکه انداختم، همش پول شمردم، همش ساختمون ساختم، همش اجاره گرفتم. در تمام اون روزام ویولونم همینطور بی مصرف روی تاخچه مون. خب برو نگاه کن ببین شاید اصلا اهل کسب و کار بودی. کیش مثل مگس مزاحم. چن آهنگای توی شور، توی سگاه، به باد فنا رفت، فراموش، محو. من باید همون موقع میرفتم. آره باید تو هم میرفتی دنبال قمر که مثل موسیو اسخر یه بلاملای چیزی سرت بیاد. نفهمیدم تو موزه موسیو اسخر از کجا فهمیدی؟ خبرها خیلی زود به کنج آشپزخونه میرسه حضرت آقا. همه شهر تهران میدونستن که موسیو اسخر چه آبروریزی برای شما. خب عروسی کردن مرد ارمنی با زن مسلمان شرط و شروطی داره. آره شرط و شروطیش هم اینه که بره پیش حسین دلال، اونم بی معطلی مسلمونش کنه. البته بیچاره یه خورده زیادی مسلمونش کرد. این حرفا به تو نیومده، تو برو واکس رو پیدا کن. آخرش به عشقش که نرسید هیچی. ناقص العظمم شد. داری وقت میکشی ماه منظر، اما این دفعه دیگه مثل قبل نیست. تا حالا به ساز شما رقصیدم، اما این دفعه دیگه میخوام برم. اونا هم منتظرن. سالونم داره گرم میشه. میدونی وقتی سالون گرم بشه چی میشه ماه منظر؟ کوک سازا باز میشه. کوک سازا باز میشه ماه منظر. آبا جون هیچ کس هیچ جا توی هیچ سالونی منتظر تو نیست. مزخرف نگو. 20 سال آزگار پشت این پنجره ها توی این قربت روزام به بیهودگی گذشت. اصلا آرشه زدن از یادم رفته.
همینطوری زیر لبی برای خودم زمزمه کردم. میدونی چه نغمه هایی تو اون زمزمه ها به باد رفت؟ میدونی چند تا تصنیف لطیف عاشقانه بنا شد؟ اصلا گاهی وقتا خودم هم دوچار اعجاب میشم. آخه تو این ناکجا آباد، تو این بر و بیابون بی کسی و بی زبونی و تنهایی، این همه نغمه ناب از کجا پیداشون شد؟ حیف، حیف که هیچ وقت قلمو برداشتم تا نوتاشو بنویسم. میدونی چرا؟ برای اینکه به تو قول داده بودم که هنرمو برای همیشه با همین دستای خودم تحفه کنم. من نمیدونم تو چطور، ولی من یه لحظه دیگه توی خونه موندنی نیستم. من رفتم خونه پروانه، دم پختک و شامیم توی یخچاله. پختک و شامی نمیخوام، من واکس مشکی میخوام. ماه منظر، واکس مشکی، واکس مشکی. برو برو، اتوبوست اومده، اتوبوست خیلی وقته که اومده. برو بابا، خدا حافظ. بای با.
همینجا ساعت چیه؟ چرا اینقدر دیر اومدی؟ من خیلی وقت منتظرم. یه خورده دیر یا زودش زیاد اهمیتی نداره. حالا حاضر بریم؟ صبر کن ببینم، این همون لباسی نیست که برای کنسرت کشف حجاب پوشیده بودی؟ چرا، همونه، از توی صندوق کشیدمش بیرون. ماه منظر تالا خواسته چند بار ببخشدش اما من نذاشتم. بوی نفتالی میده، یه خوردم چروک، اما رنگ و روش زیاد بد نیست. تا قبل از کشف حجاب تو مجالس خصوصی با سر برهنه میرفتم. شب تو تاریکی درشکی کسی متوجه نمیشد، اما وقتی وارد مجلس مهمونی میشدم زنا تو قسمت زنونه یواش به هم میگفتن چه بی‌حیاست. اون روزی که قرار شد چادرها رو بردارن بهترین روز زندگی من بود. دیگه چادر جلوی دست و پامو نمیگرفت. دیگه ناچار نبود شبونه دزدکی دو درشکم از ترس قایم بشه. یادمه یه بعد از ظهر تو فصل پاییزه، هوا یکم خنک شده اما آفتاب میدرخشه. درشکه میایسته جلوی صحنه‌ای که درست وسط میدون درست کردن. درش باز میشه، جمعیت کنجکاو شده ببینه کی از توش در میاد. اون وقت تو با یک پیراهن گلدار ابریشمی با دستکش و کلاه عین یک عروسک فرنگی از یه درشکه پیاده میشی. آروم از پله‌های صحنه میری بالا عین یک ملکه. یه ناجوان مرد از اون پایین فریاد میکشه این فاحشه رو بکشیدش پایین. ما مرد این طرف از وحشت به خودمون میلرزیم. جمعیت عصبانیه، میگن سنگسارشون کنین. اما ما از جونمون گذشتیم. یه پسر بچه قلب سنگ پرت میکنه طرف ما، چند تا سرباز میدونن دنبالش. آها، این پدر سوخته ها رو بکشیدشون پایین. این فاحشه رو سنگسارشون کنید. بزنید موزیک، بزنید. صدای موزیک که بلند میشه جمعیت یک دفعه انگار دارن آزادی رو که تازه شناختن مزه مزه میکنن. آیا میشه؟ میشه از همه چیز گذشت و به اون طرف مرزها رسید؟ کلاف کلام عارف قزوینی با صدای تو جان تازه میگیره. عروس گل از باد سبا شده در چمن چهره گشا، علای سنم بهر خدا زپرده تو روح به در کن، زپرده تو روح به در کن. نه چی شد؟ نه چی؟ یه حال عجیبی دارم، تو دلم آشوبه، دلم شور میزد. وقتی دیر کردی فکر کردم دیگه نمیای. تو که میدونستی من بالاخره میام. خیلی طول کشید، من خیلی اینجا منتظرت بودم. اونجایی که من بودم زمان به کلی فراموش شده. کجا؟ کجا رو میگی؟ توی همون باغ بزرگ سبز مثل باغ سبز آمدونه. چه ضیافتی، چه گل و سبزی، چه بوستانی. درختای سیب همه جا، درختای انار، ریزش آب زیر آبشار، شبهای آبی نیلی پر از ستاره، عطر گلهای وحشی کوهستانی، زمزمه چنگ، نوای ستار، هر کسی رو که بخوای اونجا بود. درویش خان تمام شب ساز. درویش سازه؟ چه سازی آدم با صداش گیج میشد، خواب میشد، میرفت توی رویا. دیگه که بود؟ ابوالحسن خان. کسای دیگه هم بودن؟ برادران نیداوود، مرتضا خان، موسا خان. پشمان چی؟ پشمان بختیاری هم بود؟ آره عاشق، اونم اومده بود. حتی عارف قزبینی به اصرار دوستان اومده بود. عارف زیاد اهل جشن و ضیافت نیست اما اونم اومده بود؟ آره باید ببینیش. هنوزم سر این مسئله که موسیقی ایران حزن‌آور یا شورانگیز با علی نقی خان جنگ داره. اسماعیل خان کمانچه اونجا بود. اسماعیل خان کمانچه؟ همه جا بودن به جز تو. فهمیدم. بیا اینجا نگاه کن عمر، دوباره نوشتمش. از سر شب تا دم سحر طول کشیدم و بالاخره تمومش کردم. خب پس دیگه میتونی بری. بری؟ کجا؟ مگه یادت رفته؟ نه نه نه، اما باید اول اینو بشنویش. نمیدونی چقدر فکر کردم تا دوباره نوتا یادم اومد.
اینو بیار همونجا اجراش میکنیم، همونطوری که از اول قرار بود. اسباب اساسیه رو یه کمی جابجا کردم، ماه منظرم رفته و دیگه به این زودی هم بر نمیگرده. مگه هنوز بهش نگفت میخوای بری؟ چرا گفتم، یعنی نگفتم، میدونی اون قلبش ضعیفه، نمیخواستم ناراحتش کنم. تفلک تمام دلخوشیش تو زندگی اینه که از من نگهداری کنه، برای همینم هر وقت میره بیرون غذای من آماده توی یخچال. شمدونی نهیده بودم به این خوشبویی. آره اینا رو ماه منظر همین سال پیش تو خودش با دستای خودش کاشته. گلکاریش حرف نداره، آشپزیش هم همینطور. یه کمی گاهی وقتا پرچونگی میکنه، اما مربای هویجش حرف نداره. یه چیز دیگر هم بهت بگم، هیچ کسو ندیدم مثل ماه منظر از دستگاه ماهور بدش بیاد. به خدا اینقدر بدش بیاد که هر وقت از دست من عصبانی میشه میگه بعدی که ماهور. باور کن این گفته خودش. همیشه دلم میخواست یه بارم که شده اشیای این خونه رو به سلیقه خودم جا به جا کنم. اینجا حالا دیگه خونه موسیقیه، خونه عشاق موسیقی. بیا نگاه کن قمر، این همون آهنگیه که برای تو نوشتم. از همون شبی که ویولونم شکست این نوتا توی سرم سرگردون بود، اما دیشب نصفه های شب هجومشون بیدارم کرد. یواشکی اومدم توی این اتاق که کسی نشنوه، یه شمع روشن کردم، کبریت زدم روشنش کردم. اولش نوتا تو فضای تاریک بالای سرم به دوران افتادن، چرخیدن، بعد یکی یکی برگشتن اینجا. ترکیب قشنگ داره. قشنگ؟ توی شوره. فقط تو میدونی توی دستگاه شور آهنگ ساختن چقدر مشکله. آره، خیلی مشکله. باید بشنوی، باید براش بزنم. میدونی اسمشو چی گذاشتم؟ چیه ابراهیم؟ نغمه قمر، اسم تو روشه. شعرشو باید بشنوی. شعرش هم خودم گفتم، البته هنوز تموم نشده. میخوام خودت بگی که چطوری آخرشو تموم کنی. ولی ما دیگه نمیتونیم بمونیم، دیگه وقتشه. نه چی میگی قمر؟ مگه میشه؟ من تمام زندگی منتظر یه همچین لحظه ای بودم. تو اینجایی، اینم آهنگ توه، اینجا خونه موسیقیه، باید برات بزنمش. میدونی میخوای بگم شعرش چیه؟ میدونی شعرش چیه؟ بیا شعرش در مورد یک زن و مرده که سالهای سال عاشق همدیگه بودن و حالا بعد از سالها همدیگه رو دوباره پیدا کردن و رازشون رو برای همدیگه کشف کردن. حالا دارن حسرت اون روزایی رو میخورن که پیش هم نبودن. ولی این که خیلی غم‌انگیزه ابراهیم. نه اصلا غم‌انگیز نیست، باید آخرش رو بشنوی. آخرش من فکر کردم باید اینجوری تموم بشه، عاشق و معشوق تو یک جایی که شبیه هیچ جای دیگه نیست دوباره همدیگر رو پیدا میکنن، اون وقت بقیه روزاشون رو با هم و در نه 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 من فکر میکنم تمام قشنگی این عشق اسرارآمیز اینه که این دو نفر هیچ وقت به همدیگه نرسن. آخه چرا؟ خب برای اگه این دو نفر به همدیگه برسن بعد از این همه سال اینا دو تا آدم دیگه هم و عشقشون یه معنای دیگه پیدا میکنه. عجب، خیلی عجیبه. چی عجیبه؟ تمام این سالها فکر و ذکرم دوباره نویسی این آهنگ بود. میگفتم وای اگه بتونم بیارمش رو کاغذ. فکر میکردم چه قیامتی میشه. انگار کن تمام این سالها منتظر یک انفجار بودی، اما حالا میبینی یک زمزمه بیشتر نبوده. چه اهمیتی داره؟ مهم اینه یک کار رو که میخواستی بعد از این همه سال بالاخره انجام شدی. مهم همینه. اما نمیدونم چرا این نوتا وقتی که توی کلم بودی و باحت دیگه ای داشت. میخوای بگی با بروی کاغذ اومدنشون این نوتا اهمیتشون از دست دادن؟ آره، یعنی نه، نه نمیدونم، اصلا امروز حالم یه جور دیگه است. انگار تمام آهنگایی که شنیدم توی سرم قاطی شده، مثل یک سمفونی مخشوش. یک ابراهان، دستت چقدر سرده. نترس،
از چی میترسی؟ از این صداها. انگار هزار تا چرچره دارم توی سرم آواز میخونن، بالا پر میزنم. صدای بالاشون، صدای به هم خوردن بالاشون. این صدای مرغای دریاییه، بالای کشتی ارسلان خان. هزار تا هم بیشترن، میچرخن، دور میزنن. میبینیشون امرو خان؟ آره میبینمشون. تو بندر پهلوی هوا نمناکه، تنگ غروبه. ما با اهل ارکستر روی عرشه کشتی نشستیم. چراغ‌های ساحل مثل ستاره‌های دوردست چشمک می‌زنن. تو می‌خونی؟ اهل بندر اونایی که قایق دارن با قایقاشون، اونایی که ندارن شناکنان خودشون رو رسوندن به کشتی ما. می‌خوام صدای تو رو از نزدیک گوش کنم. توی زندگی یه لحظاتی هست که هیچ وقت فراموش نمیشه. آره، بعضی وقتا فکر میکنم فقط همون لحظه ها زندگی کردم، همون دوران کوتاهی که روی صحنه ساز میزدم. کاش میشد برگردیم به همون موقع ها. ای کاش میشد فقط یک بار دیگه روی عرشه اون کشتی برای اون بخونی. ای کاش میشد یک بار دیگه جلوی عارف قزوینی ساز بزنم. ای کاش میشد یک بار دیگه به هم بگی آقا میشه تو شور بزنی. هر چیزی یه وقتی داره، با گذشت زمانم نمیشه جنگید. چرا؟ میشه، باید بشه. باید ما بتونیم همه چیز همینجا متوقفش کنیم. زمان، من، تو، همه چیز رو باید بتونیم. گذشته متعلق به گذشته هست. هر چیزی زمان خودشو داره. حتی این آهنگ، این آهنگ خیلی قشنگه، ولی برای همون شبی نوشته شده که تو نیومدی. باید میگذاشتی بارون اونو از توی ذهنتم بشوره. باید میگذاشتی توی همون لحظه از زندگی من و تو باقی بمونه. پس تمام اون روزها که با یادش گذشت چی میشه؟ زندگی یعنی همون لحظه ها، یا حتی همین حالا. باقی هر چی بوده گذشته. گذشته؟ چی داری میگیم قمر؟ به همین سادگی گذشته؟ من فقط همون روزا رو زندگی کردم. بعدش هم با یاد اون روزا. بعدش دیگه چیزی نبوده. هیچی ابراخان. سیلابای تند بهاری، گلهای شقایق تو دشت ارژن، بوی گلهایی از کنار یه پیاله کوچیک تخت خواب مادرم، کوچه باقای فشم، بوی خواباور و نوتخونه، سر صدای بچه ها، روزی که دختر کوچیکم به دنیا اومد. آره ابراخان، اون روزایی که به نظر بی خود یک نواخت میامدن زیادم بد نبودن. دست ماه‌منظر که از پنجره برای پرنده ها دور میپاشید، با ماه‌منظر توی پارک روبروی خونمون با نوه هامون وقتی کوچیک بودن شکلات در می آورد بین بچه ها تقسیمشون میکرد. گاهی وقتا شکلات میچسبید به دندانای منو کفرم در می آورد. اون وقت ریسه میرفتن ماه منظر و بچه ها. خودم هم میخندیدم. آره اونا هم بد روزایی نبودن. آره نکه نبودن. زندگی یعنی همین چیزا. زندگی یعنی همین چیزا. پس چرا من همیشه از زندگی توقع یه انفجار داشتم، اما انگار هر چی بود تو همون زمزمه ها بود. آره ابراخان، آره دیگه داره دیر میشه. نمیای؟ آره اما من چی؟ من نمیتونم با تو بیام. چرا عاشق؟ یه کاری دارم که باید حتما اینجا تمومش کنم. ولی چه کاری مهمتر از چی؟ وقتی ماه منظر برگرده ببینه من نیستم خیلی ناراحت میشه، با اون حرفایی که به زدم، با اون حالی که از خونه رفته. خب هرچی باشه ما یه با هم زندگی کردیم، میدینی درسته که فکر و ذکرش خوراکیه و از دستگاه ماهورم خیلی بدش میاد، اما بالاخره زن بدی نبوده، برای بچه ها مادر خوب بوده. حالا بعد از این همه سال احساس میکنم که بهش مدیونم و دلم میخواد اینو یه جوری بهش بگم. من هر کاری کردم
تا به امروز برای تو بوده و با یاد تو ماه منظرم اینو میدونه. اما اگه اجازه بدی دلم میخواد این آهنگ رو به اون تقدیم کنم. برای ماه منظر این کار یه معنای دیگه ای داره. من هیچ وقت هیچ این قسمت زندگیمو باهاش شریک نبودم. آره خیلی کار خوبی میکنی. بذار بالاخره بفهمه که تنها زن زندگی در واقع اون بوده و نه هیچ کس دیگه. آره میزنمش اینجا روی همین میز. یه یاد داشتم روش مینویسم. زود باش افراخان، داره دیر میشه. کاش منتظرشیم تا مهمنظرم برگرده. همین چند شب پیش خواب دیدم مادرم اومده دست یه نفر رو گرفته داره با خودش میبره. دست یه نفر که صورتش دیده نمیشد. نترس ابراهان، از چی میترسی؟ اینم مثل همه چیزهای دیگه زندگیه. خیال میکنی یه انفجاره، اما راستش یه زمزمه بیشتر نیست. اما داره دیر میشه، نمیای؟ نمیای؟ اما خیلی دلم میخواست خودم این آهنگو براش اجرا میکردم با ویولون خودم. نمیای ابراهان؟ داره دیر میشه، نمیای؟ 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 سلام دکتر. نه دل با پس نموش فعلا که خوابیده، فکر میکنم خوبه. داری با یارو میای؟ گفتی پول نقد بیاره؟ آره الان میام پایین. آره خدافظ.